تنین شعار مرگ بر دیکتاتور زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین. تجمع اعتراضی در شهرهای اهر، اردبیل، ارومیه و تبریز. فراخوان دانشجویان زاهدان به اعتراضات ضد حکومتی در چهارشنبه سوری. آتش زدن 6 خودرو توسط کارگران خشمگین ایران خودرو در تهران. تایید حکم اعدام 723 زندانی در زندان مرکزی کارون اهواز. اعدام یک زندانی در ملأ عام در خوی. زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه دشقیمان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. روز پنجشنبه اول اسفند ماه جاری نیروهای گارد اوین زندانیان را از بندها خارج کرده و اقدام به بازرسی وسایل آنان کردند. زندانیان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و هو کردن دشقیمان اعتراض خود را ابراز کردند. دانشجویان دانشگاه زاهدان طی بیانیه‌ای توهین به هموطنان بختیاری توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند و برای اعتراضات ضد حکومتی چهارشنبه سوری فراخوان دادند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: ما دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان ضمن ابراز انزجار از هر گونه توهین به اقوام تحت ستم ایرانی، از مردم عزیز و غیور در هر شهر و دیاری برای شرکت هیچ محدودیتی را به رسمیت نمی شناسیم. بهار آزادی نزدیک است. جمعی از مردم و اعضای خانواده های بازداشت شدگان در شهرهای اهر، اردبیل، ارومیه و تبریز که به مناسبت روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بودند، روز جمعه در مقابل مراکز نیروی انتظامی در این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان آزادی عزیزان خود شدند. در تجمع گرامی داشت روز جهانی زبان مادری در روز پنجشنبه در شهرهای اهر، اردبیل، ارومیه و تبریز، ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به طور کور تجمع کنندگان را بازداشت می کردند. بر اساس فیلمی که تازه به دست ما رسیده، در جریان تظاهرات گسترده هموطنان بختیاری در اصفهان در روز شنبه گذشته، تظاهر کنندگان علیه مزدوران بسیجی و گرداننده رادیو تلویزیون آخوندها شعار می دادند. کارگران ایران خودرو در تهران در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایای خود دست به اعتراض زدند و 6 خودرو پراید را به آتش کشیدند. به دنبال این اقدام اعتراضی کارگران، گردانندگان این شرکت مجبور به پرداخت 500,000 تومان به هر یک از کارگران شدند. جمعی از مردم اهواز روز چهارشنبه 30 بهمن در مقابل اداره بازرگانی رژیم تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به گرانی اجناس صورت گرفت. روز چهارشنبه 30 بهمن دستفروشان و میوه فروشان خرم‌آباد در میدان امام حسین این شهر با ماموران سرکوبگر رژیم درگیر شدند. مردم حاضر در صحنه نیز از دستفروشان حمایت کردند. در این درگیری چند تن از مردم زخمی شدند. بنا به گزارش‌های دریافتی در جریان برگزاری مسابقه فینال فوتسال در سوسنگرد در روز پنجشنبه اول اسفند، تماشاچیان علیه مزدوری به نام صالحی عضو مجلس ارتجاع از این شهر شعار می دادند. تماشاچیان به خاطر وعده های دروغین این مزدور در مورد رسیدگی به فوتسال سوسنگرد اعتراض کردند. مردم منطقه دوار شهرستان شوش روز دوشنبه 28 بهمن در اعتراض به کندن تیرهای برق این منطقه توسط ماموران اداره برق دست به اعتراض زده و با آنها درگیر شدند. منطقه دوار از مناطق حاشیه‌ای شهرستان شوش می باشد. بیش از 300 تن از دامداران استان چهارمحال بختیاری روز پنجشنبه اول اسفند ماه در میدان جهاد شهر کرد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده اعتراض کردند. کارکنان قراردادی فرودگاه شهر کرد روز پنجشنبه اول اسفند ماه در مقابل استانداری رژیم در چهارمحال بختیاری تجمع کردند و به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده، عیدی و پاداش سال 92 و سنوات سال 91 اعتراض کردند.
رژیم آخوندی صبح روز پنجشنبه یک زندانی را در خوی در ملأ عام به دار آویخت. علیزاده دادستان جنایتکار رژیم در خوی گفت حکم اعدام این فرد در اسفند 87 صادر و مرداد 88 از سوی دیوان عالی کشور تنفیذ شده بود. رژیم ضد بشری آخوندی حکم اعدام 73 زندانی را در زندان کارون اهواز مورد تایید قرار داده است. بنا به گفته خانواده های زندانیان، از روز سه‌شنبه 29 بهمن حکم اعدام 73 زندانی محکوم به اعدام در زندان اهواز تایید گردیده است.